عقده‌ای؟ سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. آنایت هستم به همراه فری. بریم سراغ ترک عقده‌ای به همراه تارا صلاحی عزیز. بله، فیتی که شایعه و تارا صلاحی داره که تو هم خیلی حال میکنی. شدیده گوش خواهیم داد. برو بریم. دارم پشتم باشی، بخوای ببینیم تو نوبت وایسی. صدای امیر جعفریه. آره، صدای امیر جعفری. اصلا من دیده بودم موقعی جعفری میذاره تو اینستا اینو که امیر جعفری هم بوده اونجا، مهرداد صدیقیان هم اونجا بوده و پس اینجوری استفاده کردن از صداشون. کف کردم یه دفعه، باری که حالا بخوای ببینیم تو نوبت وایسی. نمیدونم عقده‌ست یا چی داداش، ما مجبور بودیم محکم باشیم. میدونی مجبور بودیم. اسمش نمیدونم عقده‌ست یا چی. یه دونه اسمش نمیدونم عقده‌ست یا چی. دوست دارم پشتم باشی، میخوای ببینیم تو نوبت وایسی. عقده‌ست چه چی؟ کمد لباس میخوام، ادا اصوله با کلاس میخوام، 200-300 متر تراس میخوام، نگم دیگه دختر بساز میخوام. خیلی باله. عقده‌ست اسمش عقده‌ست چه چی؟ عقده‌ست چی؟ نمیدونم، ولی دختر بساز هم میخوام. بعد 200-300 متر تراس داداش دختر بساز پیدا نمی کنی. نه دیگه. عقده‌ست اینا یا چی؟ باغ ویلا با استخر و حالا چی؟ آخه دختری که باید 200-300 متر تراس بیاد پیشت با 500 متر بیشترش میره. عقده‌ست اینا یا چی؟ باغ ویلا با استخر و حالا چی؟ دیگه نشونم ترکه ها پاچین، ببینی زیر پاش اتاق هفته داشید. آی جونم، آپاچی که موتور است، موتور آپاچی. میگه دیگه سری 7 BMW زیر پامه به جای آپاچی. آخر ما نگاد بنزو میخرم بالاخر باورات، فقط خودم با ملان یک تهران میشم باورم. چیزی عرق تو این شهر ندیدم، جاش اندازه رویم قویم، برای دویدن سریم، اولویت هدفم دوری از بقیه است. وقته کمی تنهاییه دیگه، وقت لشبازی نی، سر بالایی ما واسه تو سر پایینی، پیاده گاز بده بینم چند تا میری. پیاده گاز بده بینم چند تا میری. رو پول ددی و مامی اینا. آره سواری. آقا خود من از صفر اما بچگی آقا بیا پیاده بریم ببینیم چند چندی. میریم واسه من سر بالایی واسه تو سر پایینی. من بنز خریدم اون موقعی که همه فکر نمی کردن بنز چیه، من اصلا بهش برسم. از صفر کف نظامات شروع کنیم. تو بگو بدون کفشام باشی، این تنلش وقتشی از خواه پاشی، من فلزم دنیا تو فنگا پاچه، نیبینی دیگه پوتینم بنداش بازی. عقده ایم و آماده باش، وایس جلو مرکی داشت رای پاش، دنیا رو با یه چک آبدار بگوش، آسمون و کل ستاراش مال ماست. آسمون رو با یه چک آبدار بگوش. خیلی دوست دارم ترکشو. نه دنیا رو گفت با یه چک آبدار بگوش. آره به آسمون نمی کرد. نه بذاری چه لیریکسی نوشته بابا، چقدر من همزاد پندوری میکنم، انگار خودم دقیقاً خوبه. خیلی جاهاشو زندگی کردم دقیقاً. این یکی که مال خودمه. نه اسمش عقده‌ست یا چی؟ عقده‌ست یا چی آجی؟ باش دنیا رو با یکک آبدار بگوش، آسمون و کل ستاراش مال ماست. حال من همش یه جوره یه طوریه، تو بالا ما نه چجوری چطوریه، چرا من انقدر همه چی با هم میخوام، امشبم بازم به سقف ماتم بیخوام.
تو برم یا چپ برم ولی محال یه روز ببینی بازم تو. خیلی کار درسته کارا اصلا اشکاسات سرسی نیسته بی خود نیست که تو حال میکنی واقعا چقدر تکنیک عالی بود و یه اپسیلون سمت فالشی نبود اصلا درجه یکه یه روز ببینی باشم تو چقدر زیر خوب بود آرزوی ما بود خاطره باقی من کش میخواستم جای دل خالی یه مایه حسابی گندشم واسه سرم جایزه بذارین نگاه به قیمت نکنه مامان این چست و منو نره تو مخه بابا قد شخصیتم پول باشه تو حسابم خاطراتون نباشه آرزوی ما بله. انجام بدن لبتر کنم فکر نکنم بد خرج کنم صبح تا شب این سگ ندوام من عقده یه زب در دوام یعنی یه عالم آرزو دارم که آدش برسم و اینجا شو دوست داشتم یه قد شخصیتم پول باشه تو حسابم. خب خیلی دقیقاً تاکید به اینه که شخصیت آدم‌ها رو نه مقدار پولشون مشخص میکنه نه مقدار سوادشون مشخص میکنه. منظورش اینه که الان یه عالم آرزوهای برآورد نشده دارم و شخصیتم خداست. کاش که قد شخصیتم که خداست پول تو حسابم باشه. متاسفانه در خیلی جای دنیا اینطوره ولی تو ایران که شدیداً اینطوره که تو رو به حد ثروتت نگاه میکنن نه به حد شخصیتت و این یه تناقضی هم داره این چیزی که داره میگه ولی خیلی خوب بشه شرکه بیس شدیم کسی چیزی نخرید چه جایزایی بود تو جامیز بغلی گردن بقیه طلا ما پیت علبی دلیل بیخوابی شب همی واسه ما همیشه یه دونه کم بود فرق دارم با تو بدون کم بود نگاش میفته یه روی شهرم نمیذارم این اخما روش بمونه ابروم اوزا هم اینجوری نمیمونه درستش میکنم روز خوبو اون خودش قرار نیست بیاد نگاه من مغرورو افق روبرو رو حال من همش یه جوره یه طوریه تو بالا مانه چجوری چطوریه چرا من اینقدر همه چی با هم میخوام امشبم بازم به سقف ماتم بیخوام نمیدونم باید راستو برم یا چپ من ولی محال یه روز ببینی بازم تو خیلی خوب ولی محاله ببینی یه روزی بازنده دوست داشتم وای به خیلی درجه یکی داشت خیلی وای بهش خفن بود خیلی تاثیرگذار بود واقعا این اتفاقی که گفت خیلی درگیرشن تو ایران خیلی جوونا و منم که طبق روال دارم از اول آلبوم همزاد پندر مرور میکنیم یه جلو انگار زندگی رو دارم مرور میکنم و آرزو میکنم که همه بچه هایی که دارن این ویدیو رو میبینن هر جای دنیا که هستن بدونن که 100% میشه به چیزایی که میخوام برسن و این دنیا نه به هیچکی نمیگه به شرطی که یه گوشه نشینی آره دیگه. و دنبالش بری و از راه درستش هم بری مطمئن وقت به خودت تکیه کنیم همه این چیزا اوکی میشه برات دیگه واقعا من خودم هزار بار این داستانا برام پیش اومده و همیشه اوکی شده و اینه که مطمئن باشه اینجوری میشه پشمام ریخته این لیریکسش خیلی خوبه نمیدونم اصلا... آقا دستی ها چی آره آرزوهای بزرگ داری آره نمیدونه آدم ولی من خودم تحت تاثیر این ترک خیلی قرار گرفتم نه بده اینکه عقده‌ای باشم یا چیزی ولی بده اینکه دقیقا در بچگیم اینو تجربه کردم در خیلی سن پایین و ولی رسیدم بهش آره. ولی این کار رو انجام دادم از کف خیابونه نظابات تا کف خیابون فرشتن خودم کشتم بالا حالا برام الان که بهش فکر میکنم ایرانم نیستم نه نظاباته خیلی مثلا چیز عجیب غریب و ترسناک و سیاهی برام هست نه اینکه وقتی فکر میکنم فرشته خیلی جای خفن و
کار درستی بود. اون خونه‌ای که مثلا توش استخراج با اون خونه‌ای نزاوت الان که بهش میگم واقعا هیچ فرق نمیده. نداره. چیزی که برام مهمه و هنوز برام مونده و حالمو خوب میکنه اینه که من تونستم چیزی که فکر میکردم بهش برسم و مطمئن باشین یه اتفاق برای همه میتونه بیفته. چه پرش بریز رو مفت لیریس بچه ها، حتما آره منتظر کامنتاتون هست. دمتون گرم تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. گفتم شاید تو میخوای صحبت کنی، من تون تون صحبت کردم. من که دیگه خیلی حال کردم شایدم و دم تارا گرم. البته که تارا کار درسته، من که گفتم از اولش شاید دیگه خیلی تو خیلی وقت قراره که بری ولی هیچ وقت قسمت نشده که ایران طولانی بمونی که بری پیششو اون کلاس و این داستان و این برنامه که در آینده داریم پشمریزون. بچه منتظر کامنتاتون هستین. من بکس چش و چالم از هر جای دنیا که ویدیو رو نگاه میکنید. خیلی موضوع خودتون باشین. دوستتون داریم. خدافظ.